سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه به مدت یک ساعت در خدمت شما دوستان عزیز. هفته پیش چند تا از دوستان و علاقمندان و بیننده های خوبمون یه سری ویدیو فرستادن، بسیار منحصر به فرد، یعنی ویدیو فرستادن آنچنان انحصار به فردی داره که باید بیای و ببینی. الان یه 3-4 روزیه من رو همچون سنگی به اعماق چاهی فرو برده و بنده در اون اعماق، در اعماق یعنی تای چاهه، همچین به فکر عمیقی فرو رفتم که با بولدوزر هم نمیتونی منو در بیاری. تازه من الان به این نتیجه رسیدم که برنامه سازی و تلویزیون داری اونقدر هم که میگن هم چه کار سختی هم نیست. شما مثل آب خوردن آقا میتونی یه تلویزیون را بندازی؟ یا علی مدد، دیگه بقیه قضایا خودش حل میشه، اصلا خودش میاد با افتتاح شبکه. مثل همون قضیه بچه دار شدنی که بچه که میاد روزی هم باش میاد، اینم همین جوریه. پکیجه مثلا تلویزیون که میاد اصلا کلا برنامه هم باش میاد دیگه. حالا این ویدیوها رو با هم ببینیم. به نظر من همینه که تایید میکنم، جرزنی میکنم، تایید میکنم حرفای ایدل رو، من موافقم. خانوما یعنی ناز میکنن، آقایون ناز میخرن. خب این دیگه، خب این که بخش خریداریش و فروشش و برعکسش هم اتفاقا تو زندگی ما هستن، هم من خودم لوس میکنم برای ایدل، هم ایدل خوش و من لوس میکنه. از نظر من زیاد تفاوتی ندارن دیگه. یه ویدیوی دیگه هم هست، اونم ببینیم. هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، در هفته بعد هم ما رو همراهی بفرمایید. مطالبتون رو، عکساتون رو، ویدیوهاتون رو هم برای ما بفرستید. هشتگ چندشنبه، هشتگ تی وی و هشتگ سینا ویلت رو فراموش نکنید. هر کاری میخواییم بکنیم. بله، حالا من موندم برنامه 20 هفته پیش بنده چجوری میتونه لایو هفته دیگه پخش بشه. برنامه‌ای که من 20 هفته پیش ضبط کردم و پخش کردم چجوری میتونه یک شنبه یه هفته آینده به صورت لایو پخش بشه؟ هرچی هم فکر کردم به نتیجه نرسیدم. عجیبه واقعا. راستش شنیدم یکی دوتا هم نیستن این عجوبه های برنامه سازی تلویزیونی، باز هم هستن که دارن همین کارو میکنن. البته نه اینکه تقصیرم داشته باشن یا بخوان مثلا زبونم، خدای من ببخش، زبونم لال دزدی کنن یا چیزی شبیه. نه، این حرفا چیه؟ خجالت بکش آقای کارگردان، حرفا چیه میزنی؟ این به خاطر اینه که، یعنی اصلا خدمت عرض بکنم، اولا که دزدی اصلا، این دزدی نیست که، دزدی فقط اینه که شما تو اتاق خواب مردم در حال بلند کردن پولا یا طلاهاشون باشین، یا تو بانک در حالی که مثلا دو تا چمدون پول دستتونه مثلا خودتون رو پیدا کنین یا پیداتون بکنن، اینو بهش میگن دزدی. در غیر این صورت چیز دیگه دزدی محسوب نمیشه. چون از قدیم هم این کارا رو ما به صورت خود جوش و همگانی انجام میدیم، دیگه عادی هم شده دیگه. اگه مثلا کسی یه دفعه خلافش رو انجام بده بهش میگم خله. این قضیه که وقتی کسی یه چیزی رو برای خودش میسازه یا میخره یا تهیه میکنه یا تولید میکنه و برای اون هزینه و پول و انرژی و وقت صرف میکنه، اون وقت یکی بیاد بدون اطلاع ازش استفاده کنه، حقیقتش رو بخواید مثل استفاده بی اجازه از ماشین و موبایل و چیزای دیگه یک نفر دیگه است، یک شخص دیگه است، مثل دزدی از خونه مردم میمونه. البته میدونم که این حرفایی که دارم عرض میکنم خدمتتون خیلی براتون عجیبه و فکر میکنین من عقلم رو از دست دادم، ولی باور بفرمایید که این واقعیت. شما مگر نظری دارید؟ این فیسبوک و توییتر و اینستاگرام در خدمت شماست، هشتگام که هست، خواستین استفاده کنین، نخواستین هم بذارین باش، اذیت نکنین خودتون. البته این امر، این قضیه، این همین موضوعی که الان صحبت کردیم راجبش، بیشتر در زمینه برنامه سازی و تلویزیون داری خیلی اتفاق میفته، ولی 99% در مورد ماها. چون باقی تلویزیون های دنیا، حتی تلویزیون های نمیدونم تبت و نپال و اینا هم همچین حساب کتاب رو دارن دیگه، قانون و دیگه حساب کتاب دارن دیگه، انجام هر کار غیر قانونی و دزدی به عبارتی به قیمت گزافی براشون تموم میشه. ولی خب خدا رو شکر ما از قدیم در این زمینه فعالیت داشتیم و داریم و به قولی دیگه رضا مارمولکی هستیم ما، باز خودمون دیگه، ما رضا مارمولکی هستیم تو این داستان.
خاطرتون از قدیما، شاید الان هم اتفاق بیفته، حالا من نمیدونم دقیقاً، ولی قدیما اون موقع زمان ما، موقعی که فوتبال نگاه میکردیم، مسابقه فوتبال که نشون میدادن، این گوشه تصویر یه چمن سبزی بود که از اول بازی تا آخر بازی هر جا بازیکن‌ها میرفتن اونم باهاشون میرفت. یعنی از این ور زمین میدوید، این ور از این ور زمین میدوید، یعنی چمنه از لوئیس فیگو و رونالدو بیشتر تو زمین میدوید. 90 دقیقه پا به پای اینا کل بازیکن‌ها تو زمین میدوید چمنه. هیچ وقت با خودتون فکر کردین که چه جوری ممکنه یه چمن راه بره یا بدوه؟ خب اون چمنه در واقع حقیقت شو بخوان یه مکعب 2 سانت در 2 سانت بود که روی لوگوی تلویزیون بدبختی که پول داده بود و حق پخش اون مسابقه رو خریده بود قرار میگرفت که کسی نفهمه ما داریم برنامه دوزی نگاه میکنیم. حالا اون موقع ها ما عقلمون نمیرسید چمن میذاشتن رو لوگو. حالا کارشون حرفه‌ای شده، با تجربه شدن، از تجربیات و اشتباهات گذشته درس گرفتن. نه اینکه دیگه این کار انجام ندن، نه بابا، یه لوگوی گنده خوشگل طراحی کردن مثلا انقدی، خب اونو میذارن روی لوگوی اصلی رو بپوشونه، دیگه چمن ممن نمیذارن دیگه. الان به تبعیت از باقی دزدان خیلی شبکه‌های دیگه هم که به همین شغل شریف مشغولن، اولین قدمی که برمیدارن همین طراحی لوگوی اندازه کله کرگدنه که بسیار نقش مهمی در برنامه سازی تلویزیونی ایفا میکنه. اصلا این لوگو هرچی ابعادش گنده تر و یوغورتر و بپوشون تر باشه برنامه ها بهتر و بهتر میشه. خیلی هم جالبه، خیلی جالبه که البته ما هیچ کدوممون پول یا چیزی که دزدی باشه رو بهش دست نمیزنیم، چون فکر میکنیم که درست نیست و از تصور اینکه یه چیز دزدی تو خونمونه یا تو جیبمونه یا ازش داریم استفاده میکنیم دیوونمون میکنه، ولی دیدن و تماشا کردن یه برنامه دزدی اونقدر به چشمون نمیاد، خیلی هم شیرینه. عجیب نیست یکم؟ برای همینه که موسیقی و فیلم و سینمای ما به اونجایی که باید برسه با این همه استعداد و با این همه تلاش نمیرسه. یه وبسایتی هست که تمام فیلمای دنیا رو زحمت کشیدن دانلود کردن غیرقانونی و بعدم دوبله کردن و گذاشتن واسه دانلود یا تماشا کردن توی وبسایت خودشون. بعد خیلی ماشاءالله رو هم در حد سنگ پای مناطق مختلف همچین پربار یه لوگوی خوشگل هم از خودشون گذاشتن تنگش، که یعنی اینا اموال اختصاصی ماست، کسی ندزده ها. بعد چند وقت پیش یکی از این شبکه‌های قارچی و خلاق با لوگوی کرگدنی هرچی فیلم و سریال تو این وبسایت بود دانلود کرده و گذاشته بود رو تلویزیون. الحق و الانصاف دزدی که به دزد بزنه شاه دزد کمشه. حالا دیگه این وسط جوکی بودیم بگیر و ببند بین این دو دزد شریف، این میگفت تو غلط کردی نمیدونم برنامه های منو بردی، اون میگفت برنامه مال تو نیست و خود در یه جا دیگه دزدیدی، اون میگفت دوبل، اصلا یه داستانی بود دیگه، داستانی بود واسه خودش. یادمه وقتی فارسیوان شروع به کار کرد یکی از سریال هایی که ما به قیمت خیلی زیاد خریده بودیم سریال فرار از زندان بود یا پریزون بریک، که به لطف خدا یه سری دزد با تجربه این سریال رو به صورت غیرقانونی تو ایران دوبله کرده بودن و رو دیویدی مثل نقل و نبات میفروختن. ما هم گفتیم خب به جای اینکه از اول دوبلش بکنیم خب همین دوبله رو میخریم. توجه بفرمایید، همین دوبله رو چیکار میخریم؟ شما راحت میتونستیم به علت اینکه اونا محصول انحصاری ما رو غیرقانونی استفاده کرده بودن همون دیویدی ها رو استفاده کنیم و دوبلش رو پخش کنیم، ولی ما گفتیم که خب اون دوبلورای بیچاره و زحمتکش که از این قضیه خبر نداشتن، که نمیدونستن که داره کاری که دوبله میشه در واقع دوزیه و کپی رایت نداره، برای همین گفتیم بذار هزینه زحمت اونا رو بدیم، چشمتون روز بعد نمینه. ولی وقتی تماس گرفتیم با صاحب اون کمپانی که این پخش دیویدی رو بر عهده داشت، مگه طرف کوتا می اومد، میگفت این اثر هنری شرکت منه، شما فقط میخوای پول دوبلشو بدی، من ازتون شکایت میکنم. حالا هی ما بگیم عزیز جان این اثر مال کمپانی فاکس قرن 20 ما، از اونا حق پخششو خریدیم، کلی پول دادیم حق پخش فارسیشو خریدیم، اونا اگه بفهمن شما کارشونو غیر قانونی دوبله کردی و پخش کردی حداقل چند میلیون دلار جریمت میکنن یا حداقل حداقل حداقلش میری زندان.
بله یه مشکلی وسط پیش میاد، میگفت من حالیم نمیشه، من کلی آشنا دارم اینور اونور، فاکس هم میندازم زندان. بالاخره ما با چند تا از دوبلورا و برای بچه های هنرمند حرف زدیم تا این دوست عزیز فرهیخته رو شیرفهم کنن و ما بتونیم دوبله این سریال رو ازشون بخریم و برای شما پخش کنیم. البته هیچ کدوم از شما بیننده‌های عزیز از این مشکلات و مسائل خبر ندارین، شما فقط سریال خودتون رو میبینید و متوجه این اتفاقات پشت پرده نمیشید و نمیخواین هم بشین، یعنی تقصیری هم ندارین، چون اصل قضیه اینه که شما لذت ببرید و حال کنید دیگه. از کجا اومده و چه جوری دیگه تهیه شده و اینا دیگه اونقدر اهمیت نباید داشته باشه دیگه، مشکل ما بیچاره‌ست. ولی خب راستش، یعنی راه درست این قضیه اینه که ما اگر مال دزدی رو قاطی زندگیمون نمی کنیم، اینم باید شامل همه اموال دزدی بشه دیگه، چون دزدی دیگه طبقه بندی که نداره بگیم نه این دزدی با اون دزدی فرق داره، این دزدی خیلی گنده تره، این دزدی مثلا کوچیک تره، این دیگه بهش نمیگن دزدی و این نمیدونم اینجوریه، اگر نمیدونم دزدی باشه بعد اونجوری باشه، نه دیگه اینا توجیه برای انجام کار غلط. توجیهش میکنیم وقتی خودمون داریم انجامش میدیم، ولی وقتی سر خودمون میاد اون وقت میفهمیم که اوه 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 راستشو بخواین هیچ فرقی نداره و اینا همه توجیهات اشتباهیه که ما برای کارهای غلطمون میاریم. این برای بچه های سه نقطه ها دیگه الان یه جورایی با من و برنامه عجین شدن، اصلا رفیق فابریک ما شدن دیگه، اصلا ما بدون اونا هر جا بریم ما رو نمیشناسن، اونا بدون ما جایی برن اونا رو نمیشناسن. یه جور عجیبی، یه رابطه عاشقانه صمیمانه ای بین ما شکل گرفته که دیگه جا نداره اصلا ما بخوایم دستی توی این قضیه ببریم. بریم ببینیم این هفته بچه‌ها چه ماجرایی رو برای ما ردیف کردن. به به، خانواده دور هم نشستین و داریم برنامه های تلویزیونی میبینین. گفتم برنامه های تلویزیونی بذارین در رابطه با برنامه سازی یکم توضیح بدم. ریشه یک کلمه برنامه سازی برمیگرده به زمانی که گروهی اهل برنامه بودن، اونا هر جا خبری بود میرفتن و اونجا برنامه براه کنن. به به، بله اینا بعضن بعضی جاها میرفتن برنامه به پا میکردن. با کشف تلویزیون شغلی هم به عنوان برنامه سازی تلویزیونی اختراع شد. این گونه بود که در گذر زمان اونا به دو دسته این ور آب اون ور آب تقسیم شدن. همیشه این ور آب از اون ور آب و اون ور آب از این ور آب برنامه کش میرفتن و ازدهی هم وسط آب بودن که بهشون میگفتن برنامه دوست دریایی. خلاقیت برنامه سازای اون ورابی در ترکیب و رنگ‌بندی تصویر تمام استانداردهای دنیای رسانه را در هم نبر می‌گرفتید. این ور آب هم به هر حال خلاقیت‌های خود را در فیلم‌های دوستی از هالیوود که تماماً سرشار از پوچی و برهنگی و پوشحالی غرب و تویی از عنصرهای اخلاقی شرق بود به منصه ظهور رسندن. پوشاندن لباس، حذف و تغییر دادن لوگوی کانال و ایجاد روابط سالم خانوادگی توانایی آنها بود که به رخ دنیای رسانه بدجوری کشیده شد. در بعضی موارد با زوم کردن از شر لوگو، لباس و روابط ناسالم با هم یهو خلاص می شدند. ادهیم در این میان پارازیت ساز نام داشتن که همکار برنامه سازان بود. پارازیت بخش لاین فک برنامه ها محسوب میشه و بدون هم زندگی غیر ممکن است. و اگر دیدید که یک روز پارازیت ندارید اصلا نگران نباشید، چون ایشان تشریف بردن دست به آب و به زودی برمیگردن در خدمت شما خواهند. به هر حال در هر صورت چه برنامه ها را ببینید چه در معرض انواج پارازیت آنها را نبینید چاره ای ندارید جز این که از این همه خلاقیت و توانمندی و رعایت کپی‌رایت کیر بزنید. اینجوری
برنامه سازی برای ما اونقدر استاندارد نداره، یعنی با ارزون ترین فرم و ممکنه و کمترین تخصص لازمه برای ما برنامه هایی تهیه میشه که در واقع روده هامون در حلقمون شروع میکنن به رقص عربی. دکور که شکر خدا اینجا واسه ما معنی نداره، یه پرده کروماکی یا پرده سبز میزنیم گوشه اتاق خواب خونه یا تو حال پذیرایی یا زیرزمین یا پارکینگ، دو تا پروژکتور میذاریم روز زمین، میگیم نور بده به سقف، عالی. بعد میریم دنبال عکسای خوشگل خوب پیدا کردن، حالا عکس استودیو است، عکس نمیدونم شهر، عکس منظره است، عکس پنجره است، عکس دریاچه است، اینا رو از اینترنت پیدا میکنیم، با کروماکی میندازیم پشت سرمون. مثلا طرف روی یه دونه صندلی پلاستیکی نشسته وسط حال خونش، پشتم یه پرده سبز، با کامپیوتر این عکس رو می‌ذارن اون پشت، آقا وسط یه استودیو نشسته یا وسط یک منظره زیبا و جذاب نشسته. خیلی ساده دیگه، حالا اینا دیگه وسایل صحنه‌ام که دیگه کار ساخت عجیب و سختی که نیست دیگه، مبل و صندلی و میز و اینا هم که توی خونه هر کسی پیدا میشه، مثلا اگه وسط حال پذیرایی ضبط کنن. یه دوربین هندیکم میخواد که ریموت هم داشته باشه، با ریموت اینجوری خودش زوم میکنه، صحبت میکنه، زوم بک میکنه دیگه، از هر دری هم که بخواد میتونه صحبت بکنه که جذابیت برنامه بیشتر بشه، یعنی برنامه پر بشه. اگر بخواد جذابیت برنامه رو ببره بالاتر، یه پلنگ پیری هم که دیگه بازنشسته شده یا رو به بازنشستگی باید پیدا بکنن که اونم بیاد بشینه کنار، کنار موجی اصلی برنامه، اونم یه چیزایی از خاطرات و تجربیات خودش در دوران جوانیش وقتی که پلنگ جوانی بوده تعریف کنه. دیگه عقب و جلو و پشت و بعد برنامه هم یه ویدیوهای یوتیوب هست که زیاد هم هستن، میشه استفاده کرد. دیگه برنامه های شبکه های دیگه هم که دیگه شکر خدا بچه ها میسازن دیگه، هم اونا رو با اون لوگو کله کرگدنیه که اشاره کرده بودم آماده میکنیم واسه پخش. حالا بعضی روی سنگ پایی هم دارن دیگه، اون لوگو هم نمیذارن، با همون لوگوی تلویزیون اصلی پخشش میکنن، خیال راحت دیگه، درد سر دیگه نمیدونم تنظیم کردن اینکه لوگو رو کجا بذارن اینا رو هم دیگه به خودشون نمیدن. تموم شد رفت. در ضمن علاوه بر این میتونید کارهای دیگه هم بکنید، مثلا هر کی از جلوی در خونه داشت رد میشد دیگه، نمیدونم هر کی داشت گذری کار دیگه ای انجام میداد، میتونیم یقش رو بگیریم بیاریم بذاریمش جلو دوربین، بگیم راجع به هر چی دلت میخواد حرف بزن. دکتر و استاد و کارشناس هم که دیگه مدرک اونقدر لازم نداره، یعنی دلیلی نداره که مدرک داشته باشه، همین که بگین بهشون کافیه. میذاریم پشت‌بند اسمه، زیرش هم یه لاینی رو باز میکنیم برای تبلیغات کرم هایی که به بزرگ و کوچک کردن اعضای مختلف بدن کمک بسیار شایانی میکنه، اینا رو هم پخش میکنیم اون وسط که یه پولی هم به هر حال در بیاد چون لازمه. همین دیدی تموم شد، کاری نداشت، واقعا کاری نداشت دیگه، به این سادگی دیگه. برنامه سازی دیگه چی میخواین دیگه؟ برنامه به این خوبی به این زیبایی، خدا پدر مهران مدیری رو بیامرزه با اون ویدیوی ماهواره که راجع به این برنامه ها ساخته بود، واقعا جا داره اینجا یه چند تاشو نشونتون بدم ببینین. البته میدونم همتون دیدین، اذیت نکنید خودتون، برای اون عده که ندیدن آروم باشید، آروم ببینید. بفرمایید. الو الو سلام علیکم. سلام. الو جانم صدای تلویزیونتون رو کم کنید، turn it down so we can hear you. بیتی و کتی؟ yes بیتی و کتی، آهنگ های درخواستی بیتی و کتی هستیم، بفرمایید. الو الو جانم میاد، صدای شما میاد، ما بیشتر. سلام علیکم. سلام. سلام عزیزم، چه خوشگل شدی امشب. آهنگ چه خوشگل شدی امشب و براتون پخش میکنیم. بله آهنگ چه خوشگل شدی امشب. نه 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 میگم خودت چه خوشگل شدی امشب. واو مرسی. من یه کتی جفتتون. You're so nice. مرسی عزیزم. چه آهنگی دوست داری براتون پخش بکنم؟ من آهنگ بلا، دختر بلا. یکی دیگه هم داره، این یکی هم خیلی جالبه، اینم ببینیم. جون مادرتون یکی زنگ بزنه این جوابو بگه دیگه، نه فهمیدی؟ خیلی ساده است، تو دار. تلفن داریم؟ بفرمایید. توری عسل جون. سلام عسل جون.
سلام عزیز دلم جونم. من میخواستم از فوری جون خواهش کنم با اون بیان قشنگشون برام یه فال بگیرن. حتما عزیز دلم حتما. اگه حضرت حافظ الان اینجا بود خیلی افتخار میکرد که ما چقدر دوستش داریم. به 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 به، ببین چه شعری برات در اومده. حتما حافظ خیلی دوستت داره. سالها دل طلب جام جم از مامی کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ببین عزیزم، سالها دل طلب جام جم از مامی کرد یعنی که تو دلت برای مامی تنگ شده عزیزم. بله جان، مادرم ماه پیش فوت کرد. آخه خدا رحمتشون کنه. بله، و این که میگه وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، وانچه رو اینجا ذکر نکرده که یعنی چی، منظورش رو نمیدونم یعنی چی، ولی من فکر میکنم وانچه غذایی که قدیما مامانم میگفتن. اینجوری. حالا یه سری تلویزیون جدیدم که سر از خاک برآوردن هم تصمیم دارن که یک سنت چکنی بکنن. اینو برنامه سازی براشون کسر شأنه. اینا نمیکنن از این کارا، اینا حرفه‌ای تر کار میکنن. یعنی نه اینکه اون کارهای اون تلویزیونهای دیگر نکنن، نه 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 نه، روش درست برنامه سازی همینه، همون کارا رو میکنن، پرده کروماکی و نمیدونم پروژکتور و نمیدونم اینجور چیزا، فقط یکم مطالب برنامه جوان پسندتره. یعنی پلنگایی که میان توی برنامه اجرا بکنن هنوز در عنفوان جوانی هستن، یعنی پیر و بازنشسته نشدن، چند سالی وقت دارن، برای همین برنامه یه خوری جذابیتش میره بالاتر. پلنگ جوان در جذابیت برنامه بالاتر، بقیه ماجرام که دیگه همون منبال قبلی رو دنبال میکنه دیگه، لوگو و دیگه این چیزایی که عرض کردم خدمتتون دیگه. بسیار هم برنامه سازی بسرفه، ساده هم هست، کاربردی هم هست. یه مشکل کوچولو داره، کوچولوه، اونم اینه که مسئولین شبکه و دستن در کاران هر 3-4 ماه یه بار به خاطر شکایت یکی از این صاحبین اثر تشریف میبرن هلوفدونی، شبکه تقلق میشه تا تشریف بیارن بیرون دوباره و ادامه بدن. اینجوریه. به بیننده های عزیز و گلم، ببخشید که دیر اومدم قربونت. کجا بودی؟ میدونی چی شده بود؟ تصادف کردم. بعد جالبیش بود پلیس اومده از من کارت شناسایی میخواست، باور نمیشه. بهش گفتم wait a minute I am like Johnny Carson of Iranian. چون من به شما عزیزان دل که الهی قربونتون برم عادت کردم، گفتم باید بیام سر ضبط، اومدم اینجا که برنامه رو برای شما ضبط کنم عزیزان دارم. حالا همینجا که میبینید لباسم یه خورده خاکیه، بعد تا شما برین پیام‌های بازرگانی رو ببینین عزیزان دارم، منم برم یکم به سر روم برسم و باز میام به خدمتتون میرسم. خب بیننده عزیز و گلم، من اینقدر که به شما وابستم و نمیتونم شما رو تنها بذارم، از بچه‌ها خواهش کردم که همینجا جلوی دوربین اینقدر که با شما راحتم سلام رو بشونم. چرا که نه؟ از این شامپویی که خانم شکاک واسه من آوردن که واسه بزرگ کننده اعضای بدنم هست استفاده کردم، دستتون در نکنه. راستی شامپویشون بودم؟ نه نه نه. خب خدا رو شکر. راستی محسن جون اون آهنگ رو بذار واسه بیننده های محترم این دهنم بخونم یا قربونت برم. باز من اشاره میکنم، هفته قبلم گفتم، دوباره بازم دارم خدمتتون میگم، شما فرصت دارید که توی این رقابت یا مسابقه جدیدی که برای پروژه به نام زن در نظر گرفتن شرکت کنید و یه دونه آیپد ببرین. باز نگین نگفتین و نمیدونم چرا خبر ندادین و چرا اطلاع رسانی نکردین اینا، ما گفتیم گفتیم. ببینین اگه نوازنده هستید یا آهنگساز، یا اگه فکر میکنین که صدای خوبی دارید، میتونید تو مسابقه موسیقی به نام زن شرکت کنید و برنده آیپد بشید. کافیه متن ترانه رو از وبسایت یا فیسبوک ما دانلود کنید و آوازی که میخونید یا آهنگی رو که بر اساس این ترانه میسازید برای ما بفرستید. به 4 موسیقی برتر 4 عدد آیپد تعلق میگیره. برای اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه کنید. و
پرومو رو که میدونم مثلا اسمشو تا الان نشیدید. پرومو رو فکر میکنم مثلا با اتاق پرو و این چیزا ممکنه اشتباه بگیرید. نه، پرومو همون تبلیغ هاییه که لابلای برنامه ها پخش میشه. حالا این پرومو یا تبلیغ ساختن و پخش کردنم که کلا اصلا کار مسخره ایه. تو دنیا البته رشته دانشگاهی هست برای اینکه شما یه تیزر یا تبلیغ واسه یه فیلم یا سریال بسازی، یا تیکه هایی که از فیلم جدا میکنی باید به داستان لطمه نزنه، خط داستانی داشته باشه، پرکشش باشه، نمیدونم هزار تا دنگ و فنگ داره، اما واسه ما تحلیلی نداره. چرا آقا؟ چرا؟ چهار تا عکس سریال رو یا فیلم رو میذاریم کنار هم دیگه، با هر نرم افزاری هم میشه، یه دونه آهنگ هم میذاریم تنگش، تموش، تبلیغ کاره. برای همین دیگه مردم هم که دیگه متوجه نمیشن که دیگه مهم اینه که ببینن مثلا کی بازی میکنه، اونم عکساش اینم آهنگ است دیگه، قشنگه، تموم شد. اگر هم شما میبینید که ما عاشق تماشا کردن تبلیغ یا تریلر فیلم ها و سریال های خارجی هستیم، اشتباه میکنید، چون در واقع دلیلش این نیست که اینا چون حساب شده اینا ساختن اینا رو جذابیتش بالاتره. نه، ما الکی این کار رو انجام میدیم، در واقع اونا خیلی هم جذابیتش پایین تره. همین عکس و نمیدونم آهنگ خیلی جذابیت بالاتری، ما متوجه نیستیم. خدمتتون عرض بکنم که این تبلیغ و پرومو هم اگر میبینید پخش میشه، در واقع اینم خدمت دوستان بگم که جهت اطلاع رسانیه که شما بدونین چی، کی، چه وقتی پخش میشه، که شما ماشاءالله تا شروع میشه با چهار تا فوش خارمادر تو دل و جاهای دیگه پا میشین میرین دنبال کارتون. بعد که ساعت یه برنامه مثلا عوض میشه، دیگه همه شروع میکنن به حمله کردن که چرا تاعت برنامه رو عوض کردی؟ چرا اطلاع ندادی؟ چرا بدون اطلاع؟ چرا به بیننده توهین؟ چرا اینجوری؟ چرا اونجوری؟ چرا احترام نمیذاری؟ نه، اطلاع دادیم، شما دستت بند بود عزیز دلم، شما که نبودیم، ما داشتیم اطلاع میدادیم با این پروما. اینا پروماهای اطلاع رسانی هن. شما تشریف برده بودی جای دیگه، گرفتار بودی، اطلاعی بهت نرسید دیگه، ما هم که اطلاع رو نمیتونیم بیاریم به جوری دیگه تقدیم حضورتون بکنیم، اطلاع همین جوری متاسفانه به دست بیننده ها باید رسیده بشه، یا از طریق فیسبوک یا از طریق همین پروموها. شما محبت بکنید این دفعه به جای اینکه فلفور تا پرومو شروع شد بپری بری به کارات برسی، یه بشین یه نگاه بکن ببین ساعت برنامه ها رو ما اعلام میکنیم، اگر تغییری هم درش ایجاد شده باشه اعلام میکنیم، به خدا ما اینجوری نیستیم. حالا باز بیایم بریم سر داستان اصلی قضیه. این وسط یه سری شبکه هم هستن که مثل بچه آدم برنامه میخرن، حق کپی رایت رو میدن، هزینه میکنن، دوبله میکنن، ترجمه میکنن، تولید میکنن، اجرا میکنن و پخش میکنن و فوش میشنون، چون فوش میشنون هم جزو الزامات قضیه است، یعنی تمام این کارا رو که میکنه آخرش هم فوش میشنوی از بعضی از بیننده های عزیزمون که چرا نمیدونم اینجای برنامه کج بود، چرا زیاد راست نبود، چرا از نمیدونم کرم حلزون و نمیدونم لارجر باکس استفاده نکردین که برنامه کاملا صاف باشه، چرا برنامه رو نمیدونم اینجوری درست کردین، چرا برنامه رو اونجوری درست کردین. برنامه سازی برخلاف تصور کار ساده‌ای نیست قربون اون شکلتون برم، یعنی به هر حال بعد از 100 سال که تمام دنیا روزانه چندین ساعت برنامه رنگارنگ تولید و پخش میشه تو دنیا، دیگه شما الان دست رو هر چی بذاری قبلا تولیدش کردن و چون حساب کتابم داره این تولیدات قبلی کپی رایت داره، پس چرا این میمونه؟ اینکه شما تشریف ببری حق کپی رایت یا حق نشر یا حق پخش یا تولید برنامه رو بخری، پول بدی و پخشش کنی. حالا چه جوری؟ با شرکت اصلی قرارداد می‌بندی و برنامه رو دقیقاً عین اورجینالش می‌سازی، منتها به زبان خودتون، مثل برنامه دیل اور نو دیل که ما عین اصلیش رو ساختیم و اسمش هم گذاشتیم تمام یا دوام، یا همین برنامه چند شنبه که لیت نایت شو هست و در واقع میشه گفت ما بر اساس همون شو اصلی ساختیمش. حالا هی یه عده میان میگن که البته یه عده‌ای که در زمین کارشناسی و کشف رازها و رمزها از کارگاه پوارو دست کمی ندارن، هی میان اعتراض میکنن که این برنامه با اون برنامه دقیقاً کپیه، چرا یه برنامه خارجی رو برداشتین؟ چرا خلاقیت ندارین؟ یک کم فکر بکنید، یک کم نه عزیزم، نه قربونت برم، میشه که از برنامه‌های دیگران که ساختن هم استفاده کرد. این که من بدون اینکه حق نشر این برنامه رو بدم بیام عین همین رو بسازم، بعد فکر کنم خیلی زرنگم، این مال خودمه و ورژن خودمه و سبک و سیاق خودمه، در واقع دارم به خودم دروغ میگم، به اونا دروغ میگم، بعد ممکنه برام دردسر پیش بیاد. پس بنابراین از همون اول قال قضیه رو میکنیم، آن که حساب پاک است در محاسبه چه باک است، یا از محاسبه چه باک است،
آره از محاسبه چه باک است، حالا فرق نمیکنه، از و درش مهم نیست، اینه که کلا از حساب و کتاب نمیترسه. خونه عمه و خالمون که نیست که هر کی هر چی دلش خواست همون موقع نشون بده، یه حساب کتابی داره دیگه، بر اساس یه برنامه‌ریزی، یه سریال بعد از تولید برای بعضی از زبان‌ها در دسترس قرار میگیره و برای فروش عرضه میشه. بعضی از این سریال هایی هم که اوردر میدین در واقع این چلو کبابی شاطر عباس که اوردر میدین براتون بیاریم و پخش کنیم، برای فروش به بازار فارسی عرضه نشدن. اگرم کسی جایی پخش کرده از همون سری دزدان دریایی شریفی هستن که عرض کردم. این در واقع در جواب اون عده که میگم فلان سریال رو بگیرید پخش کنید. حق پخش برنامه ها تا یه فصل دست یه تلویزیونه، باقیش دست یکی دیگه. این اتفاق زیاد افتاده، مثلا اون سریال ترکیه که نصفشو توی شبکه دیدی نصف دیگه‌شو توی شبکه دیگه، کاملا هم قانونیه و کاری هم نمیشه کرد. یه اتفاقیه که پیش میاد. پس از این به بعد اگه دیدین یه سریال وسطش قطع شد، ما جنون ادواری نداریم که شما رو آزار بدیم. دلیلش یکی از همین هاست، یا باقیشو یکی خریده، حالا چرا پخشش نمیکنه یا شروع نمیکنه به پخشش نمیدونم، شاید اونا جنون ادواری دارن، یا باقیش آماده نیست برای عرضه و فروش به بازار ما، یا سریال بعد از مدتی به علت عدم استقبال از طرف بیننده توسط تولید کننده اصلی متوقف شده. زیاد هم اصلا مثل سریال فلش فوروارد یا ایونت. این دوتا سریال بسیار سریال های زیبایی بودن، شهره آقداشلو و نکار صادقان هم درش بازی میکردن، بازیگران ایرانی، ولی خب بعد از 21 دوتا اپیزود متوقفش کردن. ولی خب چون سریال خیلی قشنگیه واقعا میارزه به اینکه ببینینش، برای همین ما همون فصلش رو مثلا میخریم براتون پخش میکنیم. بعد خب چون به هر حال آخر فصل اول دیگه تموم شده و متوقف شده دیگه، اینکه شما توقع داشته باشیم ما بریم بقیه سریال رو به خاطر مثلا دل عمه جون شما که عاشق این سریال بوده بسازیم، یکم غیر منطقیه. البته نه اینکه نتونیم، ما میتونیم بسازیم، ولی خب یکم کیفیتش تغییر میکنه دیگه، چون اونا کلن هزینه هایی میکنن که باور نکردنیه. مثلا قطار و هواپیما منفجر میکنن تو فیلم و دیگه نمیدونم سریالاشون، و ما توی پرهزینه ترین آثار هنریمون هم دیگه حد اکثر یه دونه پراید رو آروم 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 مثلا کوبیدیم به جدول، و برای که میخوایم نشون بدیم چپش کردیم دوربین رو مثلا سر و ته کردیم. بعد دیگه مثلا بازیگرها یا مثلا قهرمانای اصلی داستانم که سرنشین ماشین بودن، به علت این سانحه وحشتناک تصادف با جدول با سرعت 23 کیلومتر، اگر میبینید که مثلا همه افتادن و سس گوجه فرنگی دلپذیر از دهانشون جاریه، کاملا طبیعیه. و برای همین دارم خدمتتون عرض میکنم که اگه قرار باشه ما سریال فلش فوروارد یا امثال هم رو خودمون تولید بکنیم، یه خورده کیفیتش میاد پایین دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید تا همونجا که هست. البته توقع ما کم هم نیست ماشاءالله، البته تقصیر از ما هم نیست، اینجوری بزرگ شدیم، تقصیر تلویزیون خودمونه که هرچی خواستیم هنوز دهنمون در نیامده بوده برامون پخش کرده. بس که فیلم سینمایی مثلا مثل اسپایدرمن هنوز تو دنیا رو پرده سینما بوده، نسخه پردهش رو دوبله کردن پخش کردن واسه ما عادت کردیم دیگه، هر چی میبینیم میخوایم، مثل این بچه لوسا که پشت ویترین مغازه یه چیزی میبینن شلوار باباشون نفاش میخوان، اینم همین جوریه، هر چی که دوستان میبینن میخوان، فکر میکنن که همون لحظه باید براشون مهیا بشه. اگر پدر آن موقعی که با پشت دست میزد در دهان بچه که صدات را ببر، ما دیگه انقدر توقعاتمون بالا نبود، به حق یه چیزی رو از یه کسی میخواستیم. باید این رو عرض بکنم در اینجا که ما تا حق و حقوق قانونی یک برنامه مال ما نباشه از پخشش معذوریم، از پخش برنامه هایی که حق قانونی آنها متعلق به ما نیست معذوریم، حتی شما عمه عزیز. یه نکته بانمکم غر زدن بیننده هاست به تلویزیون‌های مجانی و رایگان ماهواره‌ای. همه جای دنیا برای دیدن این سریال‌هایی که شما می‌بینید باید آبونمان ماهانه بپردازن، یعنی ماهیانه یه پولی رو پرداخت می‌کنیم برنامه‌ها رو ببینن، ولی در واقع شبکه‌های ماهواره‌ای که الان فعالیت می‌کنن به صورت قانونی براتون این برنامه‌ها رو مجانی پخش می‌کنن، و عوضش کلی هم فحش و بد و بیراه به جون و دل می‌شنون و می‌خرن. خود من به شخص همینجا که نشستم خدمتتون ماهیانه $260 میدم و توی کانال های خونم، توی مثلا 7-8 تا کانال، من سریال ملاقات با مادر،
استخوان‌ها، مهره سوخته، خانواده مدرن و سرزمین مادری و باقی این سریال‌ها رو می‌بینم. نه توی یه شبکه، توی مثلا 7 تا 8 شبکه مختلف. بعد ما حالا همه این سریال رو با هم دیگه جمع کردیم گذاشتیم توی یک شبکه و داریم مجانی بدون اینکه پولی پرداخت بشه برای شما پخش می‌کنیم و شما هم در عین ناباوری راضی نیستین. بسیار زیباست. بسیار قشنگ. بسیار دلنشین. بسیار سپاسگزارم. اما مهمون این هفته برنامه ما، ما تصمیم گرفتیم بریم تکلیف یه دختری رو مشخص کنیم که چند وقتی تو فارسیوان سر و صدای زیادی رو به راه انداخته. رفتیم سراغ سریال خود فارسیوان، سریالی که خود فارسیوان تولیدش کرده، رویای شیرین، و تصمیم گرفتیم با مادر شیرین صحبت بکنیم ببینیم این شیرین جز جگر نگرفته این همه مادرش رو برای چی اذیت میکنه آخه؟ نه آخه چرا؟ نه باید تکلیفش روشن بشه. مهمون این هفته نیاز سلیمی. سلام. خیلی محبت کردیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم به هر حال شما باید تکلیف شیرین ما اینجا روشن بکنیم. یعنی چی؟ میگه هر کاری که خودش دلش بخواد باید انجام بده. فکر میکنم خیلی از کارهایی که نویسنده دلش میخواسته انجام داده. یعنی خودش نمیخواسته انجام بده؟ فکر نمیکنم. من بچه‌مو بهتر از اینا تربیت کردم. خیلی خب اگه شما دارید اینجا، همه مادرها البته همین رو میگن ها. همه مادرها میگن من بچه‌مو بد تربیت نکردم. ولی نمیدونم چرا اون وسط یه اتفاقاتی میفته که انگار یه چیزایی از دستشون در رفته. یا تاثیر محیط یا تاثیر نویسنده و کارگردان. این تاثیر نویسنده و کارگردان خیلی زیاده، چون این کارگردان ما هم من رو خیلی خیلی از راه به در کرده و اصلا کلا هر اشکالی در من می‌بینید تقصیر کارگردانه. خب بازی بسیار زیبای شما توی سریال توجه همه رو جلب کرده به خودش. حالا بعضیا میگن به خاطر اینکه بقیه در این سطح بازی نمی‌کنن، ولی به نظر من شما اصلا استاندارد بازیتون از همه بالاتره. خودتون هم همین نظر رو دارید یا؟ من فکر میکنم که هر بازیگری روش خودش رو داره. شاید من چون در ایران بیشتر کار کردم، حال و هوای یک چنین کاراکتری رو در فضای ایران بیشتر میشناسم و خیلی از دوستان دیگه که در خارج از ایران این کار رو شروع کردن و یا جوانتر هستن و توی اون فضای سنتی که این قصه اتفاق میفته نبودن، لمس نکردن، کمی همونطور که گفتین استاندارداشون متفاوت. شما سابقه کار تئاتر هم دارید؟ بله، من در حقیقت طبق اون کلیشه معروف خونه اصلیم صحنه تئاتر. بله. خب با کمی در رابطه با سابقه بازیتون توی تئاتر هم صحبت میکنیم. یکی از افتخارات بزرگ زندگی من اینه که من از آخرین نسل بازیگران کارگاه نمایش بودم. نمیدونم الان چند نفر از بیننده های شما حتی اسم کارگاه نمایش رو شنیدن یا به یاد میارن، ولی کارگاه نمایش یکی از مراکز استثنایی و بسیار مدرن تئاتر، واقعا همونطور که از اسمش برمیاد یک کارگاه بود. چندین گروه اونجا کار میکردن و ارتباط بسیار گستردهی با خارج از ایران، با کسانی شبیه گروتوفسکی، پیتر بروک و امثال هم داشت. مثلا کسی مثل آرتور میلر رو دعوت میکرد به عنوان میهمان میامد. و وقتی که من وارد شدم آخرین دوره‌ایه که بیژن مفید هنوز در کارگاه کار میکرد، آربی آوانسیان گروهش رو داشت، اسماعیل خلج داشت و هر کدوم از این افراد گروه مربوط به خودشون رو داشتن. دقیقاً. یه گروه هم فهمی کنم به هوشنگ توزی و هوشنگ توزی جز به گروه اسماعیل خلج بود. گروه کوچه. و من و یک عده دیگه که الان بعضی از اونها بازیگران خیلی سرشناسی هم هستن توی گروه اهرمن بودیم که سرپرست اون آشوربانی پال بابلا بود. ولی شما سابقه بازی در فیلم سینمایی و همینطور برنامه تلویزیونی هم داشتید، فیلم های سینمایی که بازی کردم. فکر می‌کنم با داریوش مهرجویی کار کرده بودین. خودتون بگین به نظر من بهتره تا من بگم.
بله من چند تا فیلم کار کردم که باور کنید دقیقا یادم نیست، فکر میکنم سه تا از اینها آمد بیرون. با آقای مهرجویی کار کردم، اون هم تجربه بسیار خوبی بود. کدوم فیلم آقای مهرجویی بود؟ اجاره نشین ها. بله. حکم تخلیه که صادر شده این خدمتتون. بله بله، حکم تخلیه رو که توسط نماینده قانونی ورثه یعنی جناب عالی صادر شده بود ما دریافت کردیم. اولا که قانونا ما دو ماه بعد از دریافت حکم تخلیه فرصت داریم تا خونه رو تخلیه کنیم. ثانیا مسئله بر سر همین مشروعیت نماینده قانونی این خونه و موجودیت واقعی ورثه است. برای گروه کودک همیشه کار کردم، کارهای عروسکی و امثالهم. تحقیق میکردم، مینوشتم، بازی میکردم، گاهی کارگردانی میکردم. برنامه معرفی کتاب رو برای شبکه دو میساختیم با آقایان اکبر زنجانپور و بهروز بقایی، هر دو دوستان عزیز، هنرمندان بسیار نازنین. برای توی زمینه های مختلف من کار میکردم. یکی از برنامه های خیلی معروفتون برنامه آقای اقتصادی بود فکر میکنم. سیمای اقتصاد بود. آقای اقتصادی شخصت اصلی داستان بود. بله بله، آقای اقتصاد در واقع. آقای اقتصاد، سیمای اقتصاد ما برنامه بود که خیلی مورد توجه بود. یکی از دلایلش اینه که در حقیقت میپرداخت به اقتصاد و اون موقع زمان جنگ بود و مشکلات و کمبودها و مسئله بازار سیاه و مسئله تغییرات عجیب غریب قیمت‌ها، معیشت مردم بود. خب بعد از اینکه دولت از ایران اومدیم بیرون دیگه هیچ گونه فعالیت بازیگری یا سینمایی یا تئاتر نداشتیم یا داشتیم؟ ما خبر نداریم. هم شما هم خودم. من وقتی که اومدم بیرون مطمئن نبودم که چه خواهد شد. من زیاد هیچ وقت برنامه‌ریزی برای آینده نمی‌کنم. شخصاً یک چنین موجودی هستم. در زمان حال برنامه اقتصادی در واقع میشه گفت شما تاثیر آنچنانی نداشته، چون آدم وقتی که اقتصادی باشه به آینده خیلی فکر میکنه و برنامه‌ریزی میکنه. شما کلا بدون هیچ توجه نکردیم. من بازی میکردم، بازی فیلم بازی میکردم. مرسی. واقعیت نبوده. خب. نه نه، به هر حال من اومدم بیرون و بعد البته قبلا یه تصوری داشتم، یکی دو تا برنامه طنزم تو ایران در مورد موقعیت هنری ایرانیان خارج از کشور ساخته بودم که زیاد برای من هیچ وقت مطلوب و جذاب نبود. اون موقع اصلا این اصطلاح هنرمندان لس آنجلسی بود، چون هنوز جاهای دیگه توی کشورهای دیگه یک همچین اتفاقاتی نیفتاده بود که تولید کار ایرانی وجود داشته باشه. وقتی که اومدم کانادا با چند تا از بزرگان تئاتر برخورد کردم که در کانادا بودن و یه کارهای کوچیکی میکردن و خب لطف کردن، جایی باز کردن که من هم اگر بخوام برم اونجا، و تصور این بود که میرم و من نرفتم به خاطر اینکه به نظرم اومد که این نوع کار هنری اون چیزی نیست که مطلوب منه. مثل اینکه مثلا شما باید بلیط تو ببری بذاری تو بقالی، بعد رابطه خوب با بقالی داشته باشی که بلیط تئاتر رو بفروشه، بعد بقاله از شما گله میکنه. چون اینا رو میشنیدم واقعا. بله. که شما چرا پنیرتو نمیای اینجا بخری، ولی حالا که نمایش کار میکنی میای اینجا میخوای ما بلیط تو بفروشیم. و من فکر کردم نه، من همچین کاری نمیتونم بکنم، نکردم. ولی بعد از چند سال ما یک فعالیتی رو شروع کردیم که بسیار موفق بود. 10 سال طول کشید. دکتر رضا براهنی آمدن به کانادا، به تورنتو، و پیوستن به جمع ما. ما یه چیزی رو شروع کردیم به نام شب‌های واژه که یک فلواقع جنگ هنری زنده بود. برنامه‌هایی بود که ماهی یک بار در دانشگاه تورنتو، در یه فضایی در دانشگاه تورنتو برگزار می‌شد. به غیر از این هم من توی ساختن چند تا کار نمایشی کمک کردم. روی صحنه خودم نمیخواستم برم و یکی دو تا فیلم کوتاه کار کردم که یکی از اینا چند تا جایزه گرفت، توی چند تا فستیوال مطرح نمایش داده شد و همین. به همین. همین. البته تا... بسیار بسیار پربار بود همین و همینتون، ولی خب خیلی هم البته از بچه اتاق فرمایش شده میکنم میگن خیلی هم جدیه.
صحبتم. خیلی جدیه چون ما همش با همه شوخی میکنیم. شما رو ما تحت تاثیر ما بیشتر از شیرین داریم از شما میترسیم به عنوان مامان شیرین، یعنی ما بیشتر داریم حساب میبریم. من دارم این وسطای دائم میخندم که به نظر بیاد خیلی شوخیه، ولی نمیدونم چیکار. میریم به اتاق فرمان، یه فاصله کوتاهی رو از شما میگیریم، باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود در ادامه مصاحبه. خب ما همچنان در خدمت نیاز سلیمی هستیم، بازیگر خوب سریال رویای شیرین و بازیگر قدیمی تئاتر و سینما و تلویزیون کشورمون. اما رسیدیم به اصل ماجرا، ماجرای شیرین خانوم و رویاهای دست یافتنی یا دست نیافتنیش. خب حالا یه سوال اصلا من همینجوری دوستانه در واقع، اگر واقعا شیرین دختر خودتون بود و میخواست کار خوانندگی یا خوندن یا موزیک رو دنبال بکنه، اجازه بهش میدادیم؟ از پری دارین میپرسین یا از نیاز؟ از نیاز 100%. این تصور اینه که خب طرف میخونه دیگه، طرف کار موزیک انجام میده دیگه، زیاد تصویر درستی توی فرهنگ ما از کسایی که در زمینه موسیقی فعالیت میکنن درست ساخته نشده. حتی کسایی که تلویزیون یا تئاتر یا سینما بله. فعالیت میکنن به قول مطرب، بله ما مطربانی که اینجا نشستیم در واقع یک تصویریه که ساخته شده تو ذهن مردم و حتی خانواده های ما توی فرهنگ ما. کسی که توی این زمینه فعالیت میکنه مطربه. حالا شما با همین تصور آیا پسرتون اگر میخواست توی ایران وارد عرصه موسیقی بشه و کار موزیک رو ادامه بده، اجازه بهش میدادین یا میگفتین نکن بچه جان، برو دکتر شو، برو مهندس شو، برو وکیل شو؟ ببینید یه تصور عمومی وجود داره و بعد مردم با افراد برخورد میکنن و این افراد میتونن به مردم بگن که علارغم تمام اون مشکلات سنتی فرهنگی فلان فلان و یا پیش‌داوری ها، این کار رو میشه خوب انجام داد و حتی تبدیلش کرد بود. دقیقاً و حتی تبدیلش کرد به یه مسئله ضروری، به یه مسئله خیلی لازم. مگر میشه که جامعه صدای هنری و صدای فرهنگی نداشته باشه؟ من فکر می‌کنم یه بخشش به خود ما بستگی داره که چطور با این قضیه برخورد می‌کنیم. آیا تبدیل به همون کلیشه‌های منفی میشیم که در ذهن آدم‌ها هست که مثلا هر کسی که هر زنی که هنر پیش است این شکلیه، این جور صحبت می‌کنه، این جور لباس می‌پوشه، این جور حرف می‌زنه، یا اینکه نه اون بخشی رو که فلواقع حامل اون مسئله ضروری فرهنگ پررنگ‌تر می‌کنیم، ما ایم که این کار رو می‌کنیم و میشه عوض کرد تصور رو. میدونم که در طول ساخت این سریال تقریبا میشه گفتش که هر یعنی هفت خان رستم رو فکر می‌کنم برای ضبط این سریال تمامی دستندرکاران سریال رویای شیرین پشت سر گذاشتن، یعنی هفت خانی که این تیم فیلمسازی باهاش روبرو شدن و در این ناباوری پشت سر گذاشتن، واقعا رستم باش برخورد نکرده بود. برف و بوران و یخبندان و قطعی برق و آب و اینها به کنار، مشکلات دیگه هم به کنار، راجع به این دوران پرمشقت فیلمسازی و برنامه سازی برای ما صحبت کنیم. گفتین رستم، اولین چیز اینه که رستم ددلاین نداشت برای کارهایی که میکرد، وقتش آزاد بود و بچه‌هایی که این کار رو میکردن یه زمان تعیین شده بسیار محدودی داشتن که این سریال رو بسازن و دقیقاً در طول همین زمان بود که این اتفاق افتاد و خیلی از بخصوص بیننده‌های عزیزی که در ایران دارن این برنامه رو نگاه میکنن، تصورشون شاید از یه کشوری مثل کانادا اینه که همیشه همه چیز مهیاست. شرایط ما به شکلی بود چون قطعی برق فقط مال یک خونه یا یک محل نبود، یک شهر در دقیقاً در یک منطقه بزرگ اتفاق میافتاد و خب شرایط زندگی اونجا اینطوری که اگه برق نباشه شما یه سکان چایی نمیتونین درست کنین، گرمان هیچ چیزی ندارین، در نتیجه بیرون هم نمیتونین برین چون رستوران هم برق نداره، بس از قهوه فروشی هم نداره. ما باید تقریبا مثلا 35 کیلومتر درایو میکردیم، رانندگی میکردیم، میرفتیم یه جایی یه سکان چایی میخوردیم بعد برمیگشتیم چون
سرمارم چند درجه بود؟ منهای 30 درجه. منهای 30 درجه، یعنی تو یخچال گرمتره. خیلی دقیقاً، دقیقاً. اصلا یک اتفاق خیلی عجیبی افتاد. باران یخ آمد، تمام بدنه این درخت ها رو پوشون، درخت ها سنگین شدن و شروع کردن شکستن و افتادن روی سیمای برق، سیمای برق قطع کردن، زمین تماما یخ بسته و غیر قابل رانندگی و راه رفتن بود و این درخت هم دائما می افتادن، یعنی هر روز یه تیکه های اضافه می شد به این یخبندان. ولی خب به خاطر اینکه یه زمان ما محدود بود باید کار ادامه پیدا می کرد و واقعا کسانی که مسئول تهیه بودن سنگ تمام گذاشتن. واقعا اتفاقش و ادامش من فکر میکنم که یه موقعیت استثنایی بود، برای اینکه باید واقعا کار تعطیل میشد و همه میرفتن. ولی واقعا دستتون درد نکنه، به نظر من خیلی زحمت کشیدین و باید در نظر داشته باشیم که این سریال زیر فشار بسیار زیاد و مشکلات و مسائل مختلف ساخته و تولید شده و هدف هم در واقع سرگرم کردن و خوشحالی بیننده ها بوده. امیدوارم که این نکته رو در نظر داشته باشید در حین ابراز الطاف قلبی و ذهنیتون بعداً قضاوت بکنید. حالا من از شما یه سوال میکنم. همه این چیزهایی که من گفتم راجع به شرایط تهیه و شما هم گفتین حاصلش چی بوده؟ بیننده ها چطور؟ بیننده ها به هر حال ما متاسفانه یک مشکل عمده داریم که ما به این راحتی ها راضی نمیشیم. بیننده ها هم به هر حال متاسفانه یا خوشبختانه این مشکل درشون هست، رضایت خاطرشون به این راحتی ها جلب نمیشه و حتی اگر احیانا اون چیزی رو هم که منباب میلشونه تهیه بشه باز هم کسانی هستن که از اونا بالاتر یا از اونا دیدگاهشون متفاوت تره، استانداردشون فرق میکنه و باز اونا راضی نیستن. یعنی این که بخوایم همه رو راضی بکنیم یه کار محالیه، ولی با توجه به اینکه این اولین کاری بوده که تولید شده با این سبک، با این سیاق، با این داستان، بسیار موفق بوده، بسیار کامنت های مثبت گرفتیم، مردم خیلی دوست داشتن، ندا رو دوست داشتن با اینکه اصلا سابقه کار بازی در فیلم یا سریال یا اصلا تئاتر نداشته. شما رو بسیار قدردانی کردن از بازیتون و صحبت کردن راجبش و همینطور داستان بسیار داستان جالب و هیجان انگیزیه. خب به هر حال 4 قسمت اولیه سریال قراره که ماجرا داخل ایران بگذره و بعد وارد داستان و فضای دیگه ای بشه، برای همین خب یه مقدار محدودیت های لوکیشن، موقعیت ها، چجوری میشه این رو در آورد و ساختم کمک کرده به قضیه که یه خود توقعا بره بالاتر. حالا من این صحبت رو کردم، از اتاق فرمانم اشاره کردن که شما از تجربه کار با ندا برای ما بگید. واقعا شگفت انگیز بود. این دختر شاید قبل از همه می آمد، در تمام طول کار که بیشترین فشار کار روی دوش اون بود، با محدودیت هایی که در مسئله زبان و خواندن فارسی و همه اینها داره، نه تنها کار خودش رو با حوصله، با دقت، با روحیه انجام میداد، بلکه به همه بقیه افراد روحیه میداد، شوخی میکرد، کمک میکرد، سعی میکرد یه فضای خیلی دوستانه، صمیمانه ایجاد کنه و خیلی هم بامزه هست و طنز خوبی داره. در نتیجه دقیقاً شیطنت به دل نشین داره. خیلی بسیار، من فکر میکنم نه فقط من، همه دوستش داشتن، همه فوق‌العاده تحت تاثیرش قرار گرفتن و رابطه خود من هم باهاش استثنایی بود. واقعا وقتی که کار ما با هم تموم شد من دلم براش تنگ میشد. البته ما خب با نوشتن و توی فیسبوک و تکست و اینها رابطمون رو ادامه دادیم، ولی واقعا دلم براش تنگ میشد. جدا از این صحبت ها، تیراندازی شما چطوریه؟ تیراندازیم یه زمانی خیلی خوب بود، میرفتم توی اسمش هم دیگه یادم نیست، نشونه میگرفتم و از این خرسای پر از انبه به من شهر بازی
ولی الان چندین سال دیگه ما خرس نداریم که اینجا بهتون بدیم اگر بتونید این کار رو انجام بدین، اما تیراندازی رو داریم. بریم یه آره تیراندازی داریم، ولی نه اونجوری ها، یه خورده ملایمتره، نرمتره. همراه ما باشین، بریم سراغ تیراندازی. رسیدیم به مرحله تیراندازی، اما نه با اون تفنگای قدیمی، با تفنگ آب پاش در کنار کابوی شیرین. ببخشید چیز مادر شیرین، مادر شیرین. خب جایزه چیه؟ جایزه که ما راستشو بخواییم جایزه برای این در نظر نگرفتیم، ولی جریمه داریم تا دلتون بخواد. اینجوری ما اگر بزنم جریمه میشم یا اگر نزنم؟ اگر نزنین جریمه میشین. اوکی، بعد جریمه شو حالا خودتون میتونید تعیین کنید دیگه، به علت اینکه مادر شیرین هستیون دیگه. حالا چه جریمه؟ مهمان و مادر شیرین. خب اون لیوان اولیه رو باید بزنین ها، بالاییه، یعنی لیوان های پایین بیفته. ماشاءالله بسیار زیبا. اگه اجازه بدین من هم بزنم آقای کارگردان، بذار من ببینم میتونم این دوتا لیوان باقی مونده رو بزنم که نشون بدم که من لوک بیباک شاگردم بوده. ماشاءالله ماشاءالله به من. من فکر میکنم هر دومون کارمون رو عوض بکنیم از این لحظه به بعد. دقیقاً، من که بچه ها از این به بعد من تو جنگل در خدمت شما هستم، در حال شکار. به هر حال لطف کردین و بزرگواری کردین. اگر موافق باشین دوستان، از نیاز سلیمی بازیگر خوب سریال روی شیرین اینجا خداحافظی کنیم. من در ادامه برنامه در خدمت شما خواهم بود. منم از شما و از بیننده های عزیز شما خداحافظی میکنم. تمام کنم. لطف کردین و اجازه بریم با تفنگ بدرقتون کنم. خب رسیدیم به پایان برنامه. من واقعا نمیدونم که چجوری از شما دوستان و بقیه دوستان که در واقع در برنامه سازی به ما کمک میکنن تشکر بکنم، مثلا اون دسته از دوستانی که برنامه ما رو قبل از اینکه خودم جای دیگه پخشش بکنم جاهای دیگه خودشون دارن پخشش میکنن و ازش استفاده میکنن. من ازشون تشکر میکنم. اگر بتونن بیان مثلا ماشین من رو هم ببرن ازش استفاده بکنم برای مسافرکشی، باز هم ازشون تشکر میکنم. اگر بیان منزل فرش و اینا رو هم ببرن برای کارهای دیگه استفاده بکنن، باز هم جای تشکر داره. به هر حال یادتون باشه که اینجوریه. منم خدمتتون عرض بکنم که ما کپی رایت رو خیلی بهش اهمیت میدیم، یعنی برنامه میسازیم کپی رایت رو چیکار میکنیم؟ پرداخت میکنیم. همینجوری الکی که نیست. مسابقه رو یادتون نره برین شرکت بکنین رو اون صفحه فیسبوک من سینا ولی الله، اون بالا اون عکس رو که میدونید دیگه خودتون دیگه برین جواب بدین ببینم کی میبره آیفون رو. این اینستاگرام و اینا هم که هست و دیگه کپی رایت هم که ما میپردازیم و همه چی که خدا رو شکر منظم و ردیفه و هیچ کس هم... آقای کارگردان سری پلیس میاد توی اتاق فرمان. کیه؟ بابا بگو بهشون که ما حق کپی رایت رو داریم. نه با آبروزی نکن. بگو او دارم میان توی سری. دوستان عزیز خدافظ. که به ها داره
شوخی جای حرف نداره. حالا سینا چند شنبه ها شوخی داره با شما ها، اما فقط یه شرط داره، این جمله رو یادت نره. ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم.